بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به لطف و مدد خداوند متعال، آیات جزء سیوم قرآن کریم، آخرین جزء از کلام الهی تلاوت خواهد شد. سال روز عید سعید فطر رو هم، فرارسیدن عید سعید فطر رو هم خدمت همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنیم. 5 درس قرآنی از جزء سیوم رو تقدیم میکنیم. نکته اول مربوط به سوره مبارکه تکویر آیات 12 تا 14 و اون این است که قیامت ظرف تجسم اعمال است. و اذا الجحیم سعیرت و اذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت. خدای متعال در سوره تکویر بعد از 13 آیه که این 13 آیه به نشانه های قیامت اختصاص داره و ویژگی های قیامت را بیان میکنه، به این نکته میپردازد که فردای قیامت هر کسی میبیند آنچرا که حاضر کرده است. فردای قیامت همه انسان ها اعمال خودشون رو مشاهده میکنند. در سوره مبارکه آل عمران هم فرموده است یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. کارهای خوب و کارهای بد را فردای قیامت مشاهده میکند. فردا معلوم میشود اون کسی که در ماه مبارک رمضان روزه گرفته است برنده است یا اون کسی که خدای نکرده روزه خورده است. فردا معلوم میشود اون کسی که در ماه مبارک رمضان بر پای رحل‌های قرآن نشسته است و آیات نورانی را تلاوت کرده است برنده است یا کسی که خدای نکرده ایام خودش را به بطالت گذرانده است. پیغمبر گرامی اسلام در جواب کسی که از آن حضرت نصیحتی درخواست کرد فرمود بدان که حتما رفیقی و همراهی با تو دفن می شود و او همواره در کنار تو خواهد بود که او عمل توست و تو محشور نمی شوی مگر با او، مبعوث نمی شوی مگر با او، پس مراقب باش که عملت عمل صالحی باشد. و اما نکته دوم مربوط به آیه 14 سوره مبارکه متففین هست و اون این است که دلهای انسانها به واسطه اعمال زشت و ناشایست زنگار میگیرد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خدای متعال در این آیه میفرماید اعمال زشت انسان باعث میشود دل انسان تیره و تار بشود. این دلی که زنگار گرفت دیگر نمیتواند آینه نور خداوند متعال باشد. ولذا در روایتی امام باقر علیه السلام فرمود انسان وقتی گناه میکند بر روی دلش نکته سیاهی و نقطه سیاهی ایجاد میشود. اگر توبه کند این نقطه سیاه برطرف میشود، اگر توبه نکند رفته رفته این نقطه سیاه گسترده میشود و گسترش پیدا میکند تا تمامی فضای قلب را تحت تأثیر قرار میدهد و صاحب این قلب دیگر رستگار نمی شود. و اما دوای زنگار قلب چیست؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود دلهای شما همانند آهنی که زنگ می زند زنگار می گیرد و جلای دلهای شما تلاوت قرآن است. و همچنین در روایت دیگری فرمود تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا، با یک دیگر بنشینید احادیث را بگویید. فان الحدیث جلاء للقلوب، که احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مایه جلای دلها هست. و اما نکته سوم مربوط به آیات 7 تا 10 سوره مبارکه شمس و اون این است که رستگاری در گرو تزکیه نفس است. و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خدای متعال در سوره شمس 8 قسم پیاپی پشت سر هم ذکر میکند و بعد از این قسمها
می‌فرماید قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد کسی که خودش را تزکیه کرد، پاک کرد. و قد خواب من دساها، زیان کرد کسی که به نفس خودش نیرنگ زد، نور فطرت را در نفس خود خاموش کرد و جلوی تابش نور خداوند متعال در قلب خود را گرفت. روز عید سعید فطر روز پاکی است. در نمازهایی که در نمازی که در روز عید سعید فطر خوانده می شود دو سوره وارد شده، یکی سوره شمس است، یکی سوره اعلا. در سوره اعلا می فرماید قد افلح من تزکا، رستگار از کسی که خود را پاک کرد. و در سوره شمس هم می فرماید که قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که نفس خود را پاک کرد. و البته این گونه است که بعد از یک ماه عبادت خدای متعال در روز عید فطر ثواب بندگی یک ماه را که طهارت نفس مؤمنین است به آنها عنایت خواهد کرد. و اما درس چهارم مربوط به آیه 6 و 7 سوره علق، و اون این است که بی‌نیاز دیدن خود عامل طغیان است. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خدای متعال مهمترین عامل طغیان انسان را بی‌نیاز دیدن خود می‌داند. کسی که خود را بی‌نیاز می‌بیند، کسی که احساس نیاز به خداوند متعال نمی کند، کسی که تصور می کند ثروت او، قدرت او، شهرت او، نجات بخش اوست، این نگاه او را به طغیان وامی دارد. در قرآن کریم از دو ثروتمند یاد شده، یکی حضرت سلیمان که درباره ثروتش می گوید هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل پروردگار است، وسیله آزمایش است این ثروتمند سعادتمند. دوم قارون است که میگوید انما اوتیته علی علم عندي، میگه این ثروت به واسطه تخصص خودم، به واسطه مهارت خودم به دست آمده است. کسی که خودش را بی‌نیاز از خداوند متعال دید دچار طغیان میشود. و لذا در دعا اینطور وارد شده است خدایا لا ترزقنی رزقا یطغینی، اون روزی که مایه طغیان من بشود به من نده. ولا تبتلنی به فقر اشقابه، و مرا به فقری که به واسطه آن فقر شقی و بدبخت بشوم هم مبتلا نگردان. و اما نکته آخر برگرفته از با فضیلت ترین سوره جزء سیوم سوره توحید، و اون این است که سوره توحید شناسنامه خداوند متعال است. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیامبر گرامی اسلام فرمود سوره توحید مانند امیرالمؤمنین است، هر کس این سوره را با قلب خود دوست بدارد یک سوم ایمان را به دست آورده است، هر کس با قلب و زبانش دوست بدارد دو سوم ایمان، و هر کس با قلب و زبان و اطاعت در عمل همراه این سوره باشد ایمان او کامل هست. در فضیلت تلاوت سوره توحید روایات فراوانی است. در ابتدای روز فرمودند سوره توحید را بخوانید، در انتهای روز قبل از خوابیدن فرمودن سوره توحید را بخوانید، بعد از نمازها فرمودن سوره توحید را بخوانید. میخوان بگن شما پیوسته باید در جستجوی توحید باشید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، آغاز و پایان خداست و هدف اول و آخر ما باید خدای متعال و رسیدن به رضایت خداوند متعال باشد. در یکی از جنگ ها کسی آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد آقا جان معنای احد در قل هو الله احد چیست؟ کسی اعتراض کرد گفت وسط جنگ جای پرسیدن این سوال ها نیست. امیرالمؤمنین فرمودند بگذار جوابش را بدهم، توحید بسیار مهم است، ما برای توحید می جنگیم، اصل و اساس حکومت انبیا و حکومت اولیاء الهی بر پایه توحید بوده است. یک
سخنی از رهبر معظم انقلاب پایان بخش عرائزم باشد. ایشون بعد از بیان همین داستان میفرماید یعنی جنگ امیرالمؤمنین، سیاست امیرالمؤمنین، جبهه بندی امیرالمؤمنین، خون دلهای امیرالمؤمنین و همه خطوط اصلی که در حکومت خود انتخاب میکند برای این است که دین خدا اقامه شود. این یک شاخصه است. اگر در نظام اسلامی اقامه دین خدا هدف نباشد، این حکومت علوی نیست. اقامه دین الهی اولین شاخصه است و این مادر همه خصوصیات دیگر زندگی امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین است. عدالت او هم ناشی از این است. مردم سالاری و رعایت مردم در زندگی امیرالمؤمنین هم مربوط به همین است. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق و انس و الفت بیشتر با قرآن در ادامه ماهای سال و عمل به قرآن رو عنایت بفرماید. لازم است چند تشکر داشته باشیم. تشکر اول از مردم شریفی که در روزهای گرم ماه رمضان در این فصل تابستان در این محفل با شکوه حضور پیدا کردند. تشکر دوم از مسئولین محترم آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه، مخصوصا تولیت محترم و یکایک خادمان گرانقدر کریمه اهل بیت سلام الله علیها. تشکر سوم از مسئولین محترم رسانه ملی، مخصوصا مدیر محترم شبکه 3، مدیر محترم سیمای استانی قم، مدیر محترم رادیو معارف و سایر شبکه هایی که تلاش کردند مردم شریف ایران و مردم سایر کشورها رو به جمع ما ملحق بکنند. انشاءالله خدای متعال به همه ما و به همه خادمان قرآن توفیق خدمت بیشتر به ساحت قرآن کریم رو عنایت بفرماید. خدایا این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان و عمر ما قرار مده. خدایا فرج امام زمان علیه السلام رو برسان. پروردگارا امام ما و شهدای ما با شهدای کربلا محشور بگردان. رهبر معظم و معزز انقلاب، مراجع معظم تقلید مؤید و منصور بدار. دشمنان ما رو خار و ذلیل بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.